دعا کنم پدر خوبه که به یاد بیاریم که وقتی موجها بر ما حجوم میارن حتی وقتی واسه سخت خودمون رو تسلیمت کنیم تو هوامون داری تو قادری قادر مطلق محبتت بی پایانه و فیضت العاده است و حاکمیتت محکم و حقیقیه قوتت شکسته نمیشه و به ما اهمیت میدی ممنونی ازت وقتی کلامتو باز میکنیم با روحت بامون صحبت کن از طریق من سخن بگو ما رو قادر بساز اون چه که میخوای بهمون یاد بدی رو یاد بگیریم قلبمون رو لمس کن و ما رو نرم کن در حضورت نگهمون دار روح القدس ارادت انجام بشه در نام ایسا دعا میکنم آمین داستان تأثیر گذاره. یه داستان خوب خیلی تأثیر گذاره چون داستان خوب با اون چه عمیقا در جانمون هست و خدا میخواد باش صحبت کنه ارتباط برقرار میکنه داستان میخوام چیزی بهتون نشون بدم که واقعا هنریه و نویسنده ها همیشه بهش فکر میکنن اسمش منحنی روایت یا قوس داستانیه این یه مدل ساده است که اگه به هر داستان خوبی نگاه کنید این منحنی رو توش میبینید بگذارید بهتون نشون بدم اول از همه زمینه رو داریم که شروع داستان از اینجاست که زمان، مکان و شخصیت ها در زمینه معرفی میشن در نقطه ای یک واقعی شتابنده وجود داره اتفاقی برای یک یا همه شخصیت ها میفته که به داستان جهت میده اونجا میفهمیم داستان به کجا میره بعد از این اتفاق یک تنش فضاینده در زندگی شخصیت هست که بزرگتر و بزرگتر میشه تا به نقطه اوج میرسه جایی که اتفاقی میفته و در این نقطه میفهمیم که تنش داره غالب میشه و اتفاقی باید بیفته اما مشکل اینجاست که نمیدونیم چی باید پیش بیاد این یه سوال بزرگه وقتی به اوج میرسیم میگیم الان چه اتفاقی میفته و بعد بین سوال چه اتفاقی الان میفته و جایی که ما نتیجه مینامیم یکم زمان میگذره نتیجه جایی که راه حل و یه پایان برای داستان وجود داره گاهی نتیجه خوشحال کننده است و از اون پس اونها با خوبی و خوشی زندگی کردن گاهی نتیجه خیلی هم خوشایند نیست ما با ناراحتی زندگی کردن نداریم اما گاهی اتفاق میفته بعضی داستان ها اینطور تموم میشن و بعد از نتیجه پیامد هست چیزی اینجا عوض شده این از زندگی قبل از واقعی شتابنده فرق پیدا کرده حالا انجیل چطور؟ داستان خدا خدای ما خدای نتیجه هاست و دوست داره ما اینو درک کنیم. پس در شروع آدم و هوا و آفرینش رو داریم باغ عدن رو داریم بعدش سقوط رو داریم آدم و هوا گناه کردند و گناه شکستگی و مرگ رو به دنیا آوردند در تمام طول عهد عتیق میبینیم که تنش بیشتر میشه درسته میبینیم که مردم ناامیدانه سعی می‌کنند مطابق شریعت زندگی کنند اما بد جور شکست میخورند بعد سیستم قربانی اومد و در نهایت هم به تبعید کشیده شدند و باقی ماجرا در نهایت عیسی اومد و عیسی زندگی کاملی داشت و روی صلیب رفت و اوج داستان انجیل البته که صلیب هست اما همین که صلیب اتفاق افتاد درست بعد از اینکه عیسی نفر آخر رو کشید درست بعد از اینکه گفت تمام شد چه اتفاقی میفته سوال پیش میاد بعدش چی میشه جمعه شب ما هیچ جوابی نداریم روز شنبه هنوز هیچ جوابی نداریم و در صبح یک شنبه نتیجه حاصل میشه در قالب قیام و و پیامدش فوقالعاده است پیامدش حیات هست برای کسی که به عیسی بله بگه این انجیله این بهترین داستانه و حتی همین داستانم از این منحنی تبعیت میکنه اگه داستان خوب میخواهید باید نتیجه خوبی داشته باشید خبر خوب اینه که خدا خدای نتایج و راه حلاست در داستان خدا نتیجه ای هست و در همه داستانهای کوتاهی که در این بین هستند نتیجه وجود داره تو همشون کتاب دانیال در داستان عظیم عهد عتیق قرار گرفته در زمان تنش بین سقوط و احیا داستان اینطور پیش میره قوم بنی اسرائیل در زمین بودند اما همینطور از خدا نافرمانی می کردند. در نتیجه خدا نهایتا اجازه داد که پادشاه بابل نبوکت نصر بیاد و به شهر اورشلیم حمله کنه در حالی که مردم تحت فشار بودند تنش زیادی وجود داشت و تنش همینطور بیشتر و بیشتر شد تا نهایتا قوم به تبعید برده شدند مردم یهودیه قوم اسرائیل به یه سرزمین دیگه برده میشن ما کتاب مقدس خوندیم پس میدونیم که اونا نهایتا به سرزمینشون بر و وقتی برگشتن دوباره اونجا مستقر شدند مشکل اینه که در این قسمت داستان این هفتاد سال این قسمت کوچولو بین اوج سوال و سپس نتیجه آزاردهنده ترین قسمت زندگیه درسته؟ اگه ازتون بپرسم دستتون رو بالا ببرید اگه داستانهایی تو زندگیتون هست که منتظر نتیجهش هستید اگه منتظر نتیجه هستید براش دست بلند کنید بله این دیوونه کننده است چرا باید منتظر باشم؟ میخوام الان بدونم میخوام الان درک کنم دانیال در طی دوره هفتاد ساله تبعید کتابشو نوشت اون سوال خیلی ساده ای رو جواب داد چطور قوم خدا در دوره تبعید قبل از اینکه نتیجه برسه زندگی کنند چطور قوم خدا در زمان انتظارشون در تبعید زندگی کنند بعضی ها فکر میکنند خب این برای قوم اسرائیل در 2500 سال پیش خوبه اما تبعید امروز ما داریم توی آمریکا زندگی می کنیم تو این قسمت دنیا اما به شما میگم ما به عنوان قوم خدا یا تو تبعید هستیم یا به زودی برامون اتفاق میفته دفتر تنوع و اتحاد دانشگاه تنسی کریسمس گذشته خاص بهترین رهنمود عملی رو برای همه کسانی که توی دانشگاه میخواستن جشن بگیرن در نظر بگیره بهشون گفتن مطمئن بشی جشن تعطیلاتتون جشن کریسمس در لباس مبدل نباشه اونا نمیخواستن هیچ جشن کریسمسی گرفته بشه. در اول جولای 1967 در اتاوا، آنتاریای کانادا 25000 نفر جمع شدند تا 100 سالگی کشور کانادا رو جشن بگیرند. همه سیاستمدارای بزرگ اونجا بودند. ملکه الیزابت از انگلیس برای مراسم اومد. تلویزیون ملی داشت پخش میکرد. وقتی ملکه الیزابت روی صحنه اومد، هشت روحانی مسیحی بهش خوش آمد گفتند. جلسه پرستش بود. دعا کردند کتاب مقدس خوندند نخست وزیر لستر پیرسون اول پتروس باب سه آیات 8 تا 14 رو تماماً با صدای بلند خوند وقتی برای دعای اعتراف ملی گذاشتند واو دعای ربانی خونده شد سرودهای پرستشی خوندند اون جلسه یه جلسه عالی دعای انجیلی در تلویزیون ملی بود سی و چار سال بعد دقیقا در همون مکان سه روز بعد از حادثه وحشتناک 11 سپتامبر صد هزار نفر برای جلسه سوگواری جمع شدند هیچ روحانی مسیحی توی برنامه شرکت نداشت نه از دعا خبری بود نه از کتاب مقدس سرود و حتی اعتراف هیچ خبری نبود سی و چار سال چه تغییری ایجاد میکنه؟ درست بعد از حادثه 11 سپتامبر سه روز بعد در واشنگتن دی سی یه مراسم ملی بود چند تا برنامه مقدماتی بود و بعد دکتر بیلی گراهام ایستاد و چهل دقیقه موعظه عالی کرد و با برگردوندن کشور به خدا ازشون مراقبت کرد. ده سال بعد در دهمین ده سالگرد حادثه 11 سپتامبر یک گرده همایی در استادیوم یانکی نیویورک تشکیل شد. روحانیت به طور خاص از تمامی مراسم حذف شده بودند. نه دعایی، نه کتاب مقدسخانی، نه موعظه‌ای، فقط دربارش حرف زدند. ده سال. این ده سال چه تغییری ایجاد میکنه؟ در همون سالی که در استادیوم یانکی گرده همایی بود، مرکز تحقیقات پایه گزارش داد که 82 درصد از رهبران انجیلی معتقدند که انجیلی ها صداشون رو در کشور ما از دست دادند. این مال پنج سال پیشه. فکر میکنید اوضاع از اون زمان کمی بهتر شده یا بدتر؟ دوستان من، زمانها تغییر ایجاد میکنند. چهل سال پیش بود که فرانسیس شیفر کتاب پس چطور باید زندگی کنیم رو نوشت چهل سال از کتاب پس چطور باید زندگی کنیم گذشته که در اون فرانسیس شیفر تلاش کرد به ما ایمانداران یاد بده چطور در تبعید زندگی کنیم چهل سال پیش زندگی در تبعید یعنی زندگی دور از خانه اینکه مخالف اونچه هستیم عمل نکنیم اما از نظر الهیاتی میدونیم که این حقیقت داره که ما مدتی رو در دنیای خیالی زندگی میکردیم و اگه کلام خدا را بخونید میدونید که درسته این دنیا خونه ما نیست پولس در فیلیپیان باب 3 آیه 20 میگه شهروندی ما در آسمانه وقتی پتروس اولین نامش رو می نوشت خطاب به تبیدیان پراکنده که اونها رو ایماندار می نامه نوشت قریبان پراکنده و خود عیسی به ما به شاگردان و پیروانش اینطور فرمود اگر جهان شما را دشمن دارد بدانید که بیشتر از شما مرا دشمن داشته است اگر از جهان می بودید جهان خاصان خود را دوست می داشت لکن چون که از جهان نیستید بلکه من شما را از جهان برگزیدم از این سبب جهان با شما دشمنی می کند. جملات قویه. به همین دلیل دنیا از ما نفرت داره. ادوارد سعید گفته تبعید قلم روی خطرناک متعلق نبودن است. و این قلم روی خطرناک جایی است که ما زندگی می کنیم. این منحنی روایت ماست. این جایی است که اکنون زندگی می کنیم. خلقت سقوط تنش فضاینده ی عهد عتیق، سپس عیسی میاد عیسی ایسا زندگی میکنه و عیسی میمیره و عیسی دوباره قیام میکنه و عیسی به آسمان صعود میکنه و این آمدن اولیه نامیده میشه و همون وقت که عیسی به آسمان میره ما شروع میکنیم به پرسیدن این سوال که حالا چی میشه بعد چه اتفاقی میفته ما میدونیم چون کتاب مقدس رو خوندیم که نتیجه ای هست اینکه یک روز عیسی برمیگرده بازگشت ثانویه و سپس جلال ما تا به ابد با او خواهیم بود فوقلاده میشه اما الان ما در این زمان میانی زندگی میکنیم درسته؟ ما اینجاییم و هفتاد سال نیست خیلی بیشتر از این است. ولی خیلی زیاد زمان تبعیده ما شهروندان جای دیگه ای هستیم ما در این دنیا غریبیم و خدا از ما میخواد اینجا زندگی کنیم و سوالی که باید بپرسیم اینه که چطور قوم خدا چطور پیروان مسیح چطور قومی که در عیسی مسیح هستند اکنون در تبعید زندگی کنند و به شما میگم بهترین کسی که میشه ازش پرسید همین مرد یعنی دانیال هست که هفتاد سال در تبعید زندگی کرد و بعد دربارش کتاب نوشت دانیال از طریق داستان میخواد به ما یاد بده لطفا دقت کنید وقتی میگم داستان منظورم افسانه نیست اینها داستانهای حقیقی هستند اتفاقاتی که واقعا افتادند اما دانیال این داستانها رو از طریق این منحنی میخواد برامون بگه تا بتونیم اون چیزی رو که میخواد بهمون به بگه متوجه بشیم حالا به نظر ساده میاد که میشه در دوران تبعید رشد کرد در واقع رشد امکان پذیره. مجبور نیستید فقط زنده بمونید بلکه واقعا امکان پیشرفت براتون هست آیه یک در سال سوم سلطنت یهویاقیم پادشاه یهودا نبوکت نصر پادشاه بابل به اورشلیم آمده آن را محاصره نمود محاصره شهر یعنی احاطه کردن و قطع ورود منابع به شهر مردم بیرون میان لشکر بیرون منتظر میمونه تا وقتی که شهر بگه تسلیم پس این یعنی محاصره شهر اسم این مرد نبوکت هست اسم جالبیه در این فکرم که چرا این روزا همچین اسمی رو برای بچه همون نمیذاریم اما نبوکت نصر مردی بی خدا جنایتکار به شدت ظالم عجول و احمق بود او مردی بی رحم و شریر بود یه شخص به شدت شرور و او پادشاه بابل بود و بابل شرورترین تمدن در تاریخ جهان بود خودتون حدس بزنید آیه دو و خداوند یهویاقیم پادشاه یهودا را با بعضی از ظروف خانه خدا به دست او تسلیم نمود و او آنها را به زمین شنعار به خانه خدای خداورد و ظروف را به بیت المال خدای خیش گذاشت و قوم به تبعید برده شدند و پادشاه اشفناز رئیس خاجه سرایان خیش را امر فرمود که بعضی از بنی اسرائیل و از اولاد پادشاهان و از شرفا را بیاورد او گفت بعضی از شاهزاده رو بیارید به خونه های سلطنتی برید و شاهزاده های پسر رو پیدا کنید و بیارید اما نه همه ی شاهزاده ها من بهترین شاهزاده ها رو میخوام جوانانی رو میخوام که هیچ عیب فیزیکی نداشته باشند حالا شروع میکنه نیکو منظر باشند نه افراد زشت بلکه نیکو منظر در هر گونه حکمت ماهر و به علم دانا و به فنون فهیم باشند پس من جوانانی رو میخوام که تعلیم پذیر باشند من باهوشها و زرنگاشون رو میخوام که قابلیت برای ایستادن در قصر پادشاه رو داشته باشند که یه لیست طولانی از خصوصیات برای این داشتند او دنبال گروه خیلی خاصی از انسان ها میگرده او دنبال نوجوان هایی میگرده که از ریشه سلطنتی هستند از نظر فیزیکی نمونه باشند با استعداد باشند ویژگی فوق برای تعلیم و تربیت داشته باشند میخوام لحظاتی خودتون رو جای این جوونا بذارید این واقعا خصوصیت اوناست قبلا در اسرائیل اونا در صدر بودن درسته اونا شاهزاده های خانواده های سلطنتی بودند اونا باهوش شماره یک کلاسشون کاپیتان تیم فوتبال و از این قسم افراد بودند بعد یه روز لشکری رو میبینید که شهر رو محاصره کردند و بزرگ سالها درباره این صحبت میکنند که مجبورن تسلیم بشن و بعد از خانواده جدا میشن و از مسیر بیابون اونها رو به بابل میبرند و اونا در این مکان به شدت شرور تنها هستند و تمامی آینده براشون از بنیان عوض میشه چقدر میتونه براشون ویران کننده باشه؟ حالا بدتر میشه بدتر، بتر و بدتر میبینیم که مجبور میشن طالبینی و بدعتها رو یاد بگیرن میگه و علم و زبان کلدانیان را به ایشان تعلیم دهند اغلب کارشناسان باور دارند که در اون روزها تنها چار پنج زبان شناخته شده در دنیای باستان وجود داشته مردم بابل بسیار تحصیل کرده بودند کارشناسان باور دارند که در اون زمان بزرگترین کتابخانه دنیا در بابل بوده اونها هر چی فکر کنید یاد می گرفتند. تاریخ یاد می گرفتند، اقتصاد، سرمایه گذاری، رهبری و همه چی خلاصه یاد می گرفتند و اونها مذهبم یاد می گرفتند و مذهب بابلی ها یک بدعت دروغین بود. جادوگری و طالبینی و جادوی سیاه بود. و بابلی ها تو این مسائل پوچ عمیقا فرو رفته بودند. در ادامه می بینیم که این دوره سه سال طول می کشید. سه سال برای این مردان جوان تا بنیان این فرقه رو یاد بگیرن اونا مجبور بودن غذاهای ناپاک بخورن آیه پنج میگه و پادشاه وظیفه روزینه از تعام پادشاه و از شرابی که او می نوشید تعیین نمود این مستقیما از سفره پادشاه می اومد و خیلی غذای گرونی بود اما جزو غذاهای ممنوعه در شریعت موسی بود اینو می دونیم چون در ادامه داستان می که دانیال حاضر نمیشه بخوره پس بهشون یه انتخاب دادن یا از غذایی بخورید که خدا فرموده نخورید یا از گرسنگی بمیرید چون غذاتون همینه اون زمان تو بابل مغازه های کشر دلی نبود جایی که غذای پاک بخرن پس باید انتخاب سختی میکردن باید یه رهبر شرور رو خدمت میکردن و امر فرمود که ایشان را سه سال تربیت نمایند و بعد از انقضای آن مدت در حضور پادشاه حاضر شوند سه سال اون فرقه رو باید مطالعه میکردند و اگه خوب پیش میرفت جایزه این بود که شرورترین مرد زمین رو شبانه روز خدمت کنند چقدر زندگیشون عوض شد درسته مغزشون با اعتقادات بابلی ها شستشو داده میشد آیه 6 و در میان ایشان دانیال هننیا میشائیل و ازریا از بنی یهودا بودند این اسامی عبری اوناست اسمایی که والدینشون روشون گذاشتن و اسمای همشون معناست. دانیال یعنی ال یا خدا داور من است یعنی من به فقط خدا پاسخگو هستم هننیا یعنی یا یا یهوه فیاز بوده این اسم دوست دارم اسم عالیه هننیا خدا فیاز بوده میشائیل یعنی کیست مانند خدا و ازریا یعنی یا یا یهوه یاری دهنده بوده اسمای زیبایی هستند به اونها میراثشون و اینکه قوم خدا هستند رو یادآوری میکنه در آیه هفت ببینید مقامات چی بهشون دادن اسمای جدید چرا این کارو کردن چرا اسمشون رو عوض کردن چون میخواستن جداشون کنن میخواستن از هرچی در گذشته میدونستن جداشون کنن از خانوادهشون والدینشون میراثشون خداشون هویتشون پس اسمشون رو عوض کردن البته اسمای معمولی بهشون ندادن بلکه اسمای مذهبی بابلی بهشون دادن پس میبینیم که اسم دانیال میشه بلتشسر یعنی باشد که بل از زندگی محافظت کند بل لقبی مانند خداوند بود برای مردوک که خدای شرور امپراتوری بابل بود و پس اسمش شد باشد که خدای شرور از تو محافظت کند اصلا جایگزینی خوبی نبود اسم هننیا میشه شدرک یعنی فرماندهی ایکو ایکو خدای ماه بود و به میشائیل اسم میشک دادن یعنی کیست مانند ایکو و ازریا عبد نقو نامیده شد یعنی خادم نیبو که خدای حکمت و ادبیات بود جالب نیست که وقتی این داستان رو یاد گرفتید اونا رو با اسمای جدیدشون شناختید نه با اسمای ابریشون چون اونا با این اسامی مشهور شدند به جز کی؟ دانیال ما اونو دانیال مینامیم چون در کل کتاب او خودشو دانیال مینامه اونا میخوان اسممو عوض کنن اما من دانیالم من روی هویتم میمونم و لغزش نمیخورم لغزش نخواهم خورد یه بیرحمی دیگه هم بود که من باور دارم بر این پسرها تاثیر گذاشت با اینکه مستقیما متن بهمون نمیگه اما فکر میکنم در متن هست به آیه سه نگاه کنید ازتون میخوام دورش خط بکشید میگه و پادشاه اشفناز رئیس خاج سرایان خیش را امر فرمود که این پسران را بیاورد عبارت رئیس خاج سرایان در ابری سریز هست که از کلمه سریک یعنی عقیم کردن میاد و به همین دلیل در ترجمه دیگری رئیس خاجگان نوشته شده رئیس خاجگان به احتمال زیاد وقتی این پسرها به بابل رسیدند یکی از اولین اتفاقایی که براشون افتاد این بود که عقیم شدند اونها خاجه شدند یادتون هست که درباره چه پسرایی صحبت میکنیم؟ این قطعا براشون ویران کننده بوده در دنیای باستان این عملی متداول در شرق بوده فکر میکنید که پادشاه برای خودش هرم سرا داشته و همه ی زنان زیبای کشورش برای لذت جنسی اونجا بودند و از این طرف این جوانان رو در دربارش داره و پیش خودش فکر میکنه باید مطمئن شم اتفاقی نمیفته میدونم چیکار کنم حواسم به پسرا باید باشه این کاریه که میکردن و چقدر ظالمانه ما هیچ نشانی در این کتاب یا در کتاب دیگه نمی بینیم که دانیال یا اون سه نفر دیگه زن یا بچه ای داشته باشند که برای مرد اسرائیلی خیلی بعیده هر بار که به رئیس خاج سرایان اشاره شده هفت بار در باب اول همین کلمه سریز اومده که از روی ریشش عقیم شدن ترجمه شده من مطمئن نیستم که این اتفاق حتما براشون افتاده یا نه اما فکر می‌کنم احتمالا افتاده حالا ببینی چه اتفاقی برای این پسرا میفته که تمام زندگیشون رو پیش رو داشتن اونا رو دزدیدن از خانواده هاشون دورشون کردن عقیم شدن و تولید هورمون تستوسترون در بدنشون متوقف شد احتمالا اون موقع فقط 14 15 سالشون بود پس رشدشون به عنوان یه مرد شدیدا آسیب دید یعنی بیایید چند لحظه دربارش فکر کنیم به این فکر کنید که دانیال چقدر جسور شجا و قویه از نظر بدن انسانی به شکلی غیر طبیعی سست شده اما کلام خدا میگه که او از روح خدا پر بود و در روح خدا قوی و جسور بود این موضوع کلیدی داستان ماست اونها با چنین بیرحمی هایی روبرو بودند سه سال بهشون مذهبی کاذب رو یاد دادند غذای ناپاک برای خوردن بهشون دادند و اسماشون رو عوض کردند و در نهایت پاداششون این بود که شریرترین مرد روی زمین رو خدمت کنند من فکر میکنم میتونید تصور کنید که این مردان جوان یکم تلخ شدند این دوره رشد عمده زندگی درسته؟ و زندگیشون به طور کامل عوض شده اما اونها در تلخی نموندند به قهقرا نرفتند خیلی عالیه شاید انتظار این بود که فرو بریزند درسته؟ اینکه تو اعتیاد بیفتند یا تو تلخی خشم و تبدیل به آدمای منفی بیچاره بشن اما اینطور نشدن شاید انتظار میرفت شکایت کنند یا یه کاری بکنن منظورم اینه که اسرائیلی های زیادی بودن میتونستم بگن کافیه بیایید بیشتر از این کلار نکشیم بیایید بریم انقلاب کنیم اما اونا این کار رو هم نکردن بعضی شاید انتظار داشتن اونا قور بزنن یا انتظار داشتن دانیال بره تو فیسبوک یه چیزی بنویسه هیچ مدرکی در تاریخ وجود نداره که او تو فیسبوک هیچ وقت چیزی نوشته هیچی اونا فرو نریختن شکایت نکردند و قور نزدند میدونی چیکار کردند اونا پیشرفت کردند برخلاف همه چیز اونا رشد کردند آیه 18 و بعد از انقضای روزهایی که پادشاه امر فرموده بود که ایشان را بیاورند رئیس خاج سرایان ایشان را به حضور نبوکت نسر آورد و پادشاه با ایشان گفتگو کرد و از جمعی ایشان کسی مثل دانیال و هننیا و میشائیل و ازریا یافت نشد پس در حضور پادشاه ایستادند دقت کنید که دانیال از اسامی عبریشون استفاده میکنه پس اونها وارد خدمت به پادشاه شدند و در هر مسئله حکمت و فتانت که پادشاه از ایشان استفسار کرد ایشان را دقت کنید ده مرتبه بهتر ده مرتبه بهتر از کی؟ بهتر از جمعی مجوسیان و جادوگرانی که در تمام مملکت او بودند یافت اون بهترین ها ده بار بهتر از بهترین های بابل بودند من میگم این پیشرفته و آیه 21 مدرکی بر این پیشرفته و دانیال بود تا سال اول کوروش پادشاه اوه میتونید باور کنید؟ این طور به نظر میرسه کوروش پادشاه, پادشاه پادشاه پارس بود او بابل رو شکست داد و در اولین سال حکومتش در امپراتوری جهانی اجازه داد اسرائیلی ها به اورشلیم برگردند. داستان دانیال در سال 603 قبل از میلاد شروع میشه وقتی اول یهودیا از اورشلیم به تبعید برده شدند. کوروش پادشاه اجازه داد در سال 539 قبل از میلاد قوم اسرائیل به اورشلیم برگردند تقریبا 70 سال بعد. این عبارت کوتاه. و دانیال بود تا سال اول کوروش پادشاه اینو نشون میده که دانیال از همه شش پادشاه بزرگ امپراتوری بابل بیشتر زندگی کرد و حتی در امپراتوری پارس هم زنده ماند او به مدت هفتاد سال در دربار هفت پادشاه مختلف بود اگه درباره دربار پادشاهان باستانی بدانید هیچ کس انقدر عمر نکرد درست وقتی که یه پادشاه به قدرت می رسید به سرعت هرچه تمامتر از شر همه کسانی که قبل از اون بودند خلاص می شد به جز دانیال و دانیال اونجا موند و 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 اونجا موند این مرد جوان در زندگی که هیچ وقت برای خودش انتخاب نمی کرد ترقی کرد او چطور در این زندگی که هرگز برای خودش انتخاب نمی کرد ترقی کرد؟ خب اون چیزی میدونست و جوری زندگی کرد که نشون داد حقیقت داره بگذارید با چند مورد برای تفکر تنهاتون بذارم دوست دارم تصور کنید چطور بود اگه زنی بودید که در شهر تهران در ایران زندگی می کردید و به عیسی مسیح ایمان می آوردید که البته تعداد بیشماری در ایران دارن ایمان میارن اما شوهرتون که مسلمون هم هست خبر نداره باید ترسناک باشه و این سوال از خودتون بپرسید که چطور شخص در محیطی خصومت آمیز به عنوان فرزند پادشاه زندگی کنه فقط باید سعی کنه زنده بمونه و بعد دانیال باب یک رو میخونید و میگید نه سب کن ببینم این افراد ترقی کردن در این چنین محیطی امکان ترقی وجود داره تصور کنید در شغلتون منتقل شدید به آمستردام هلند شهر زیبایی اما فاسد و بی خدا هم هست و اونجا توی شرکتتون کار میکنید و هیچ کس اونجا واقعا یه مسیحی واقعی ندیده پس مجذوبتون به شدن بهتون سیخونک میزنن نگاه میکنن و اونجا هم یه محیط خصومت آمیزه و با خودتون فکر میکنید امیدوارم جون سالم به در ببرم سه چهار سال اینجا هستم بعدش میرم خونه و همه چی مرتب میشه و بعد دانیال باب یک رو میخونید و میگید نسب کن ترقی باید باشه من میتونم پیشرفت کنم این چطور میشه تصور کنید پنج سال دیگه انتخابات اونطور که انتظار داشتید پیش نرفته هر چند هنوزم همونطوره و فساد اخلاقی مرتبا در اطراف ما رشد میکنه و حمله بی ها شدید و شدیدتر میشه شاید الان اعمال تروریستی در خاک ما اتفاق میفته و ما نگرانی روزافزونی داریم و از بچه‌هامون محافظت میکنیم و میخوایم با احتیاط عمل کنیم و میخوایم تو این دوره هر طور شده زنده بمونیم و بعد دانیال باب می میخونیم و میگه آه نه یه لحظه سب کن این بدتر از اون وضعیت اونا تو بابل نیست که هیچ وقت اونقدر بعد نمیشه اون مردان ترقی کردند شاید برای ما هم ممکن باشه شاید رئیستون سر کار محیطتون رو خصومت آمیز میکنه با آتون در افتاده و فکر میکنید به خاطر ایمانتونه حالا قراره فقط جون سالم به در ببرید؟ نه میتونید در واقع ترقی کنید شاید تو مدرسه عمومی هستید یا راهنمایی یا دبیرستان یا دانشگاه و استادتون میدونه ایمان دارید و میخواد سختگیر باشه نسبت به شما و همکلاسیاتون میخوان بکشنتون و شما اونجا نشستین و میگین آیا میتونم چهار سال اینجا دووم بیارم آیا میتونم نه شما واقعا میتونید تو اون چهار سال ترقی کنید حتی وقتی که در تبعید زندگی میکنید داستانهای دانیال به ما یاد خواهند داد چطور سلام بر شما خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردیم واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از اینکه بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه لطفا در برنامه بعدی به ما ملحق بشید و ما به مطالعه دانیال ادامه میدیم و با هم کشف میکنیم که چطور حتی وقتی دنیا به طور فزاینده‌ای به نظر خارج از کنترل خوب زندگی کنیم بی صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما تا برنامه بعدی دعا میکنم که شما مسیح رو صمیمانه تر بشناسید و حیات رو در او تجربه کنید خدا به شما برکت بده خدا نگهدار